بنبست حاجت الله. نشسته بودم صف همون، خمیر دور نون ریز ریز می‌کردم روبروی دیوار کاکلی حیاط که سوراخ سوراخ بود و لونه گنجشکا. قدیمی بود خونه، گرم بود، تابستونم بود. آقا جون از در اومد، پله‌ها رو که اومد پایین پاکتی میوه‌ش رو به لاتو بود. مامان همیشه میترسید از رو صف همون بیفتم پایین، هرچند بزرگتر که شدم از روش میپریدم تو حیاط جفت پا. پله های گوشه حیات که میرفت بالا خونه رو از پله هشتون که میشد با یه جست بری تو صف همون به دو اومدم پایین. هنوز یه لنگه دمپایی رو میکشیدم دنبالم تا بره تو پا. آقا جون پیشونی رو ماش کرد، اومد که بره دید دست بردم به زرداله های تو حوز، خندید. غروب شده بود و هنوز داغی آفتاب رو پیشونی بود. هنوز دهنم ترش شیرین نشده بود که بابا صدا زد بیا کارت دارم. هسته رو که بیرون کشیدم به دهن پر داد زدم اومدم. یه بیستومانی گذاشت که به دستم، گفت شام آب گوش داریم، نون سنگک بگیر. از گوشه دیوار میری، وسط خیابون راه نمیری، با کسی هم حرف نمیزنم. خرکیف شدم، دویدم طرف در که داد زد یواش، بیا کفش بپوش. میدونستم کجا باید بدم، تمام راه دویدم. نونوایی تو گذر مصطفی بود زیر طاقی های بلند که سوراخ بودن و من نمیدونستم چرا. کل راه رو بهش نمیدویدم که برم تو صف واستم و نوبتم که شد بگم دوتا برشته باشه. وقتی رسیدم خیلی شلوغ بود، اینقدر که چند نفر بیرون نونوایی دم از حسن کبابی تو صف ایستاده بودن و از بوی دمه داشتن زخ میدن. یه لحظه فکرم رسید آب گوش کنیم، تافتونم بد نمیشه. سریع را مکش کردم سمت تافتونیم. خلوت بود و سید مثل همیشه کنار نونوایی که هیچ وقت بهش نون نمیداد نشسته بود. بابا غذا یه قدر خورده دوست نداشت، ما همیشه بقیه غذامونو می آوردیم برای سید. اونم به مامانم میگفت خدا بچه‌ها تو برات نگهداره. مامانم چشاش برق می‌زد و لبخندش قند تو دلم آب می‌کرد وقتی دستمو که سیف گرفته بود سیف در فشار می‌دادم. وقتی رسیدم خونه بابا نبود. نیم ساعتی طول کشید تا صدای بسته شدن در خونه رو بلرزونه. یه نفس راحت کشید و خوابون تو گوش. نفهمیدم واسه چی، نمی‌خواستم بفهمم، شاید حد زده بودم. نگو بابا بیچاره یواشکی دنبالم بوده که گم نشم و زیر گذر گمم کرده، تمام محله رو دویده، رگ پاش گرفته بوده، با دمپایی بوده.